سلام و درود به شما عزیزان همراهان تفسیر خبر در ایران و دیگر نقاط جهان. جمشید چالنگی هستم از واشنگتن با شما خواهم بود در ساعت پیش رو. در ایران مرگ و در گذشت دختران دانش آموز همچنان یکی از موضوعات روز در میان خانواده هاست. گروه های افراطی اسلامی الهام گرفته از انقلاب اسلامی و ولایت فقیه، فدایان ولایت و گروه های دیگری متهم به نقش داشتن در مسموم کردن دختران دانش آموز شدند. طالبان نیز به چنین اقدامی دست زده است و گفتنی این که سفارت افغانستان در تهران به طالبان واگذار شده است و هر دو طرف طالبان و حکومت فقیه در صدد ایجاد بازار مشترکی در مناطق مرزی هستند. اعتراضات در ایران در خیابانها و در برابر مجتمعهای صنعتی ادامه دارد. به شکل اعتصاب در مجتمعهای صنعتی و نیز بازنشستگان در شهرهای مختلف ایران و در خارج از ایران به نظر می رسد که دولت هایی که تا چندی پیش حامی کامل جمهوری اسلامی بودند و چشم بر واقعیات جاری در ایران بسته بودند، گام به گام به این سوی خیابان نزدیک می شوند، چرا که آینده‌ای برای حکومت فقیه نمی بینند. و پیروز، یوز پلنگ بچه ایرانی درگذشت و محیط زیست در ایران همچنان گرفتار تبرها و اقدامات دیگر ملایان حاکم بر ایران و کارگزاران آنهاست. دو میهمان داریم، آقای امین کرد فعال سیاسی که نه از ایران از استرالیا با ما خواهد بود و آقای سهیل ملکپور فعال سیاسی از کل آلمان. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظات دیگر. آقای سهیل ملکپور خوش آمد. سپاسگزارم از مهر شما. من درود میفرستم خدمت شما و همه همیهنان عزیز، خصوصا همیهنان داخل مرز و همچنین درود بیکران به مهمان عزیز شما. بسیار خوشحالم که در خدمتتون هستم. و مهمان عزیز دیگه آقای امین کرد که بیشتر از ایران با ما بودن، این بار از استرالیا با ما هستن. خوش آمدید آقای امین عزیز. درود بر شما جناب چالنگی، درود بر مهمان گرامیتون و بینندگانتون. هم نخست یاد کشته شدگان و آسیب دیدگان انقلاب زن، زندگی، آزادی رو گرامی می‌دارم. در خدمتتون هستم. خب ببینید آقای کرد، شما در ایران به دقت دنبال می‌کردید اوضاع رو در زمانی که با تفسیر خبرم گفتگو داشتید. الان از استرالیا که نگاه میکنید به ما چه خواهید گفت؟ تفاوتهایی میبینید؟ چگونه میبینید؟ دور شدید کمی که نه بسیار از ایران؟ بله درست میفرمایید. اصلا وقتی در اون فضا آدم حضور داره، خب تحلیلاش به واقعیت نزدیکتره، ولی خب تلاش شده ارتباط همچنان با داخل کشور و دوستان فعالی که در داخل کشور سالها با هم همکاری داشتیم حفظ بشه. فقط شاید به طور خلاصه اگه بخوام بگم، اختلافی که بین فضای سیاسی داخل کشور و خارج از کشور در رابطه با ایران هستش اینه که به نظر من کنشگران سیاسی درون ایران بسیار جلوتر هستن، به خصوص کنشگرانی که طی این انقلاب زن، زندگی، آزادی وارد عرصه سیاست شدن یا مبارزه شدن، بسیار جلوتر هستن. میبینید اختلافایی که عمدتاً در مخالفان جمهوری اسلامی در خارج کشور است در اون سطح نمیبینید. اشاره مستقیم من به خیابان هست. شما در سطح خیابان هیچ وقت این اختلافات عجیب غریبی که حتی در تجمعات یا اعتراضات در خارج از کشور هست و نمیبینید. دعوا بر سر
آینده نامعلوم ایران در حالی که شما همچنان گرفتار بلای جمهوری اسلامی هستید، همونطور که گفتید نه تنها مردم ایران بلکه باقی جانداران در سرزمین بلا زدمون گرفتار حاکمیت، بی تدبیری و بی خردی حاکمیت هستن و ما در مورد یک آینده ما معلومی همچنان داریم دعوا میکنیم در خارج از کشور. شاید هم همینه که اتفاقی که در انقلاب زن زندگی آزادی افتاد اپوزیسیون یا مخالفان جمهوری اسلامی رو رد کرد و باعث شد اونها به دنبال معترضان بیفتن و نه تنها نقش راهبری یا رهبری نداشته باشن و رهبری و راهبری همچنان در کف خیابون‌های ایران بوده و هست. خب چرا آینده نامعلوم؟ اشاره من به اینه که ما دعوایی رو داریم میکنیم برای وقتی که همچنان جمهوری اسلامی مستقره، همچنان ما داریم کشته میدیم، آسیب میبینیم و داریم دعوای یک آیندهی رو میکنیم که خب هنوز دست نیافتنیه. من حالا یه اشارهی بکنم، این دقت نظری که کار به دستان انقلاب 57 الان دارن به خرج میدن یا اون ایدالگرایی که الان دارن به خرج میدن و کاش ذره‌ش رو در انقلاب 57 داشتن که ما به این بلا گرفتار نمیشد. منظور اشاره مستقیم من به اینه که ما باید همه تمرکزمون به گذار از جمهوری اسلامی باشه، بلایی که اکنون گرفتارش هستیم و روی کمینه ها بتونیم در کنار هم قرار بگیریم، هم افزایی کنیم و بتونیم برای آینده پس از گذار برنامه ریزی کنیم، نه اینکه در نقطه صفر ما همچنان گرفتار نوع حاکمیت حتی انتخاب فرد برای نوع حاکمیت آینده باشیم و نه تنها کمکی به این جنبش بکنیم بلکه سنگ جلوی این جنبش باشیم. خب بفهمید که مثلا در داخل که اشاره میکنید از این بابت ها مشکل نیست، یعنی اینکه برای آینده چه میخوان کاملا روشنه. من برداشتی که دارم اینه که داخل کشور با دقت نظر بیشتری به مشکل اصلی توجه میکنن که همون جمهوری اسلامیه و همه تلاششون برای اینه که بتونن از جمهوری اسلامی گذر کنن و تلاش و تمرکزشون با تمام اختلافایی که حالا در دو نوع حاکمیتی که حالا یا پادشاهی مشروط یا پادشاهی و یا جمهوری هستش، تمرکز برای گذار از جمهوری اسلامی و همافزایی برای گرد کمینه اشتراکات هستش، کمینه‌ای که دیگه واقعا کمتر از اون نیست، یک پاشگی سرزمینی و پایبندی به اعلامیه جهانی حقوق بشر، اینا چیزاییه که نمیتونیم در موردشون اصلا بحث کنیم یا بتونیم به آینده موکولشون کنیم. روی کمینه ها هم افزایی صورت گرفته در داخل کشور. میگم شما بسیار هوشمندانه در طی اون روزهای که مبارزه فقط تمرکزش در خیابان بود میدیدید هیچ بخشی در حمایت یا در رد نوع حاکمیت آینده نبود و تمرکز فقط برای گذار از جمهوری اسلامی در تمام ابعادش. بازم تاکید میکنم نه اصولگرای و نه اصلاح طلب، گذار از جمهوری اسلامی با اشاره مستقیم به رأس حاکمیت بودش. خوبه آقای سهیل عزیز، آقای سهیل ملک‌پور، امیدوارم همه صحبت های امین رو شنیده باشید چون یه لحظت قطع شد. نظر شما رو، تفاوت ها رو اشاره کردن ایشون، نظر شما رو، آنچه که در داخل یا آنچه که در خارج، با همه همبستگی های پدید اومده در خارج، ولی خب قیاسی که ایشون کردن شنید. نظر اگر خاطرتون باشه من دقیقا مطالبی که جناب کرد عزیز اشاره کردن در جلسه گذشته که با شما صحبت داشتم، بنده دقیقا به این ماجرا اشاره مفصلی داشتم که در داخل ایران مردم بسیار جلوتر هستن و اساسا این واژه‌ای به نام همبستگی و واژه‌ای به نام این که یک هدف مشترک داشته باشن رو
اونها سالها پیش شروع کردن و به حقیقت اگر خاطرتون باشه در جلسه پیش عرض کردم خدمت شما و همه بینندگان نزدیک، شخصا سر تعظیم فرود میارم چون همونها باعث شدن اگر این اندک همبستگی هم در خارج از کشور اتفاق افتاد. ببینید ما الان دو تا جامعه جدا هستیم متاسفانه. در داخل ایران خب مردم با واقعیت در تماسن، همه چیزی هم که سرشون اومده علتش هر آنچه که هست مردم بسیار زیبا میدونن و برای آیندهشون هم برنامه‌شون رو دارن. همین میتونه باعث نگرانی خیلی از کسانی در خارج از کشور باشه که هنوز حاضرن مملکت رو فدای ایدئولوژی بکنن. به همین علت هم هست که اینجا همبستگی خیلی دیر اتفاق افتاد و یا هنوز میبینیم ما مشکلاتی داریم. این تفاوت فاحشی است که هست. چون سریع خدمتتون عرض کردم شوربختانه هم‌میهنانی که بهمن 57 رو رقم زدن اکثرشون هنوز که همشون هم در خارج از کشور هستن، یعنی دست گل رو به پاپ دادن و در خارج از کشور تشریف آوردن، هنوز نمیخوان بپذیرن که بهمن 57 44 سال پیش گذشته و نتیجه فوق‌العاده نامطلوبی داده و مردم ایران ازش گذر کردن. نه کسی دنبال کینه ورزی است، نه هیچی. از اینها هنوز یک وحشتی در درونشون هست که اون چیزی که اونا میخوان دیگه مردم نمیخوان و هنوز میبینیم که بر مملکت رو فد و خواست حتی همون خلق، همون توده، همون حالا هر اسمی که میذارن رو فدای ایدئولوژی میکنن. این بسیار فرق فاحشی است بین داخل و خارج. داخل ایران مردم ایران مرزبندی های قومی رو رد کردن. داخل ایران مردم به هیچ عنوان الان دغدغه‌شون نوع نظام آینده نیست. مردم ایران حقیقتا همون چیزی که شاهزاده رضا پهلوی سالها بهش اشاره کرده، هدف ما رسیدن به روز رفراندوم، من پادشاهی خواه هستم، یک رأی دارم، فردا میخوام بیام اول بعد اون مملکت آزاد شه، فردا بیام رأیام بدم. دوست عزیزمون جمهوری خواه هستن، باید بیان این کار بکنن. هدف باید رسیدن به آزادی و روز رفراندوم باشه. اگر این اپوزیسیون خارج از کشور صاحب هر اندیشه ای، چه من پادشاهی خواه، چه دوست عزیز جمهوری خواه، چه حالا هر آن کس، اگر ما به این واقعیتی که مردم داخل رسیدن برسیم که بیان اول باید قاچ زین و چفید بعد سواری، که آقا اول از مرحله جمهوری اسلامی باید گذر کرد و دو برسیم به روزی که اون ملت تصمیم بگیرن که چه بخوان، یه بستر امنی پدید بیاد که من پادشاهی خواه از ایدئولوژیم دفاع کنم، ایشون از ایدئولوژیش دفاع کنه، هر ایدئولوژی که هست، هر گروهی که، و مردم در نهایت تصمیم بگیرن که در فردا چه میخوان. ولی ما میبینیم که خب شوربختانه هنوز در خارج از کشور عده‌ای خب مسلماً دست‌هایی در کاره که اینها رو تقویت میکنن به اینی که هنوز روی یک ایدئولوژی که 44 سال 45 سال پیش بمونن و سر اون بجنگن. به عنوان مثال من خدمتتون یه مدت عرض کردم هنوز عده‌ای هستن که مثلا وقتی صحبت از 28 مرداد میشه به عمد از واژه‌های استفاده میکنن که دچار تشنج میشه. و اگه بپذیریم که 28 مرداد از 70 سال پیش گذشته بگیم واقعه رویداد، حالا هر اون چیزی که بوده، بنده یه اعتقادی دارم راجع به گذشته ایشون، یه اعتقادی دارم، لزومی هم نداره همدیگر رو متقاعد کنیم. اگر به اشتراکات ما برسیم، به روزی برسه که اپوزیسیون خارج از کشور یاد بگیره مثل مردم ایران، به اشتراکات برسه و اون چیزی که مردم میخواد، بنده هم معتقد خیلی سریع به نتیجه خواهیم رسید. خب عملا نوعی نرسیدن شما میبینید یه همه تجمعاتی که هست و بعدم شما وقتی صحبت 57 میکنید بسیاری از کسانی که در سال 57 در جریان انقلاب بودند یا همراهی کردن میبینیم در تظاهرات افراد مسن، افراد جوان و در کسانی که صحبت شاید کسانی که ادعای رهبری میکنند یا سازمانهای تازه تأسیسی هستن شاید بیشتر اونها رو ببینه، وگرنه این چی هم که در خارج از کم سابقه است نیست. آقای ملکپور خیلی کوتاه بفرمایید. 100% اتفاق بسیار الان من همه رو عرض کردم. اون اندک گروه هایی که متاسفانه تا به امروز با خلق شعارهای سعی بر تشنج میکنن که البته خب دستخاشون به جای دیگه بند، ولی این اتفاق افتاده. امروز خارج از کشوری ها به تبعیت از ملت داخل به این همبستگی رسیدن و هر روز داره این همبستگی بیشتر میشه و بنده معتقد هستم به روزی که 100% ما هم با بچه های داخل ایران همگام بشیم و این اختلافات کنار گذاشته بشه و به اشتراکات برسیم و به دو هدف اصلی آزادی ایران و روز رفراندوم، ما دیگه فکر نمی کنم مشکلی داشته باشیم. خب آقای کرد ببینید، اینی که خیلی روشن شما گفتید همینطور آقای ملکپور که
این مسیر تا براندازی این حکومت هست و بعد تعیین نوع حکومت آینده گام بعدی است. تفاوت این مسیر و این خواست با 57 چطور میبینید؟ در سال 57 باز همین بحث به شکل دیگه بود. همه میگفتن، کسایی که در انقلاب بودن، ما این رژیم، این نظام رو براندازیم، بعد حالا به یه جایی که رسیدیم، بعد مرحله بعدش مثلا هرچه پیش آمده فکری میکنیم. آدم عوام فریبی از نظر من، آقای طالقانی هم میومد یک مثال بسیار عامه پسندی هم میزد که ما داریم میریم چالوس، سنگ افتاده تو راه، اینو ور میداریم چون راه بند اومده، همه پشت این سنگ موندن، رسیدیم چالوس متفاوت میشه، هر کی به راه خودش میره. سوال من از اطرافیان آقای طالقانی در مجلس خبرگان این بود که خب چه تضمینی هست که اونجا اگه کسی خواست به راست بره یا به چپ بره بذارم و جاده درست باشه و چیز باشه؟ پاسخی من نشینه. شما بفرمایید چه تفاوتی میبینید الان با 57 وقت قیاس میکنید؟ با تمام احترامی که برای مردم سرزمینم در سال 57 و تمام تشکلهای سیاسی، گرچه اونایی که خب مستقل بودن نه وابسته به جایی و کسی، واقعا چیزی که متمایز میکنه سال 57 ایران و با الان به نظرم سطح آگاهی هاست که به واسطه این گردش آزاد اطلاعات اتفاق افتاده. مردم ایران دیگه مردم شاید دهه 50 نباشن. شما از شعاراشون میبینید واقعا باید سر تعظیم فرود آورد بر مردمی که در سخت‌ترین شرایط اقتصادی به سر میبرن، ولی شما یک شعار اقتصادی در این انقلاب زن زندگی آزادی نمیبینید. همه این افرادی که در خیابان هستند قطعا گرفتار مشکلات معیشتی بودن، ولی یک شعار نمیدیدید که دنبال نان باشند، میدونم دنبال رفاه اجتماعی، از این واژگانی که خب خیلی دم دستی است و شاید هم حاکمیت ازش کمک هم میگیره. ولی این آگاهی که جامعه داره، این آگاهی که تشکلهای سیاسی امروز دارن، شما نگاه کنید هیچ کدوم از این تشکلهای سیاسی الان نمیاد بگه نه من دنبال حقوق بشر نیستم یا دنبال حقوق بشر خاصی هستم. همه تن دادیم به اتفاقاتی که در جامعه جهانی داره اتفاق میفته. ما نمیایم شعار بدیم ما قراره بیایم کشوری رو نابود کنیم یا سر جنگ با کشوری داریم، دست دوستی داریم به کل جهان دراز میکنیم، از تمام جهان میخواییم ما رو به رسمیت بشناسه، از ما حمایت کنه. قرار نیست بیاییم با آمریکا دشمنی کنیم یا با عربستان دشمنی کنیم یا تمام کشورهای همسایه‌مون رو به دشمنی با خودمون دعوت کنیم. خب روندی که داره اتفاق میفته بسیار متفاوت تر از روندیه که در سال 57 اتفاق افتاده، به قدر نتیجهش هم باید متفاوت باشه. اتفاقی هم که در 57 افتاد کنار کشیدن مردمه. مردم باید همه مسئولیت اجتماعیشون رو در نظر بگیرن. اتفاقی که الان افتاده، ما راهی رو شروع کردیم بدون بازگشت. در این راه کشته دادیم، آسیب دیده دادیم، بسیاری زندانی داریم، بسیاری رو جلای وطن در پیش گرفتن. راه برگشت نداریم. مسئولیت ما اینه که راهی رو که شروع کردیم رو تمام کنیم و از دستاورداش دفاع کنیم. در ما میتونیم پیش بینی کنیم، ولی پیشگویی که نمیتونیم بکنیم. باید همچنان از دستاوردهایی که در گذار از جمهوری اسلامی به دست آوردیم برای همیشه دفاع کنیم. آزادیات به هیچ بهانه‌ای نباید محدود بشه. این آزادیات چه در زمینه اقتصادی چه در زمینه سیاسی باید باز باشه. روابطمون با کشورهای جهان باید خط قرمز ما باشه. با تمام کشورهای جهان باید بتونیم رابطه داشته باشیم، در جامعه جهانی شرکت کنیم و به این واسطه نه قابل حذف شدن نباشیم. اشاره فرمودید به روابطی که الان ایران با یعنی ایران که نه جمهوری اسلامی با طالبان شروع کرده. بعد وقتی شما جامعه جهانی شما رو نپذیره، دوستان شما ونزوئلا خواهد بود، سوریه خواهد بود و طالبان. به جز اینها دوستی حتی در کشورهای اطرافتون و منطقه نداشتید و نخواهید.
بله، و سوال گرامی شما بفرمایید. تفاوتی که میبینید بین الان جنبش انقلاب خیزش هر عنوان بهش بدید با اون چی که 57 بود، رسیدن به پای صندوق‌های رأی برای نوع نظام هدف اصلی است و بعد مرحله بعدی هم که روشن پس از شما چه تفاوت بفهم. از دیدگاه من تفاوت از زمین تا آسمان، اصلا حتی این دوتا رو نمیشه کنار هم قرار داد. ببینید، به همین علت هم عرض کردم که امروز یک تفکر دیگری در ایران اومده و شاید امروز میبینیم خیلی از جوانهایی هستند، حالا من نمیخوام صحبت ایدئولوژیک کنم، که حتی مثل 57 نه تنها نیستن بلکه هر روز خب خیلی بیشتر حتی به حکومت پیشین گرایش نشون میدن. به چه علت؟ به صرف این همین تفاوت هاست. در 57 اساسا خب اون دست های اول که خدمتتون عرض کنم به یمن تکنولوژی و این گسترش اطلاعات، خب خیلی ها متوجه شدن که در اون زمان فقط صرف یک نارضایتی نبود، بلکه بسیار دست های بین المللی سرکار بود، مسئله نفت بود، مسئله لغو قرارداد کنسرسیوم ها بود و خیلی ماجراها بود که خب قدرت های جهانی میخواستن که در اون مملکت چنین را کاری رو بکن و امروز اون ملت اینو فهمیده و اون در سود در شرایط یک واقعیتی است، نه که من بخوام بحث ایدئولوژیک بکنم. بنده که دوست عزیزم به درستی اشاره کردن، در اون زمان دانش مثل امروز نبود و حقیقتا یک در یک به اصطلاح عامیانه امروز یک جو گرفتگی کاملا سازماندهی شده، حرکتی اتفاق افتاد با ساپورت های مالی و به یه اتفاق و اون ملت اساسا نمیدونستن چی میخوان، چیزی که خودشون دارن اعتراف میکنن، حرف من نیست، اون صادقینشون به حقیقت میام میگن ما اصلا نمیدونستیم چی میخوایم، در یک شرایطی قرار گرفت. امروز نتیجه فشار رشد مغزاست. این جوان ها که داخل ایران هستن، این انقلابی که موسوم شده به زن زندگی آزادی و یا انقلاب ملی و یا هر آن اشه، این جوان ها دیگه میدونن چی میخوان، اینها میدونن برای چی تو خیابون اومدن، اینها میدونن که چه اتفاقاتی باعث شد که به چنین وضعی دوچار شدن و چنین چیزی رو دیگه برای کشورشون نمیخوان. به همین علت هم هستش که کاملا دارن سیستماتیک و حقیقتا آکادمیک میان جلو و به قدری از نظر سطح فکری بالا میان که هیچ گونه ما شباهتی نمیتونیم ببینیم به سیستمی که به چیزی که الان در ایران اتفاق میفته با متاسفانه فاجعه‌ای که در 57 رقم زده شد. این یک واقعیتیست کاملا عیان که عرض کردم خیلی از دوستانی که در اون زمان بودن و نقشی داشتن هنوز نمیخوان بپذیرن که این نسل فهیم امروز صاحب هر ایدئولوژی، چه جمهوری خواه، چه پادشاهی خواه، چه هر آنچه، از 57 گذر کرده و 57 رو به عنوان یک اشتباه بزرگ تاریخی ازش نام میبرن. صاحب هر ایدئولوژی اونا که آزاداندیش هستن. خب این تفاوت از زمین تا آسمون. و مسئله اصلی که شما بهش اشاره کردین در خصوص طالبان، من یه نکته خدمتتون عرض کنم، سیاست جمهوری اسلامی از روز اولش نسل رو به ذوب بوده و اینها همواره به یک وحشت پشت مرز احتیاج داشتن. اون قسمت رادیکال اسلامیست که شما بهشون اشاره کردی و به درستی هم اشاره کردی، اینها با سیاست النصر به رب از ساعت اول اومدن و همواره چه اون در قدیم داعش بود، امروز طالبان بود، و این وجود یک نیروی خطرناکتر از اونها در پشت مرز همواره یک کمک فکری بوده برای اینها که بتونه مردم رو به اینها رضایت بده. به همین اصل هم هستش که اینها خیلی تلاش میکنن که وجود اونها رو و در پشت مرزها پررنگتر نشون بدن. عرض کردم که سالیان سال با داعش این کار رو میکردن و امروز با مسئله به نام طالبان. حالا اگه فرصتی شد میتونم من کامل ماجرا رو ازت بمیمون خواهش میم به طور کوتاه. بعد حتما صحبت ها بسیاره و گفتنی ها بسیارتر. نصر به رو به سیاستیست به معاویه نسبت میدن ایجاد به صلاح حکومت بر اساس وحشت و که البته این عملی شد در همون اوایل صدر اسلام و بعد آنچه که داعش انجام داد اون هم بر همین اساس پیش رفت. اما خمینی بر اساس خمینی بر اساس محبوبیت، درست یا غلط، به ایران اومد و به مرور این پایگاه مردمی مستقبلین رو، استقبال کنندگان انقلابی رو، به پایگاه ترس و وحشت تبدیل کرد که اون فرو ریخته و در میون مردم عملا پایگاهی نه از بابت وحشت داره و نه از نظر محبوبیت، به اون شکل جز کسانی که همچنان بهره‌مند هستن. گفتگو میکنیم با آقای سهیل ملک‌پور، فعال سیاسی در کلن آلمان، و آقای امین کرد،
در استرالیا، فعال سیاسی و عضو جبهه ملی ایران. با شما خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. همبستگی پدید آمده میان ایرانی های خارج و داخل کشور، رویگردانی برخی از دولت های پیشترفامی جمهوری اسلامی از این حکومت به خاطر بی آینده بودن آن. تا لحظاتی دیگر. آقای امین کرد در استرالیا. این همبستگی پدید اومده میون ایرانی های خارج از کشور و داخل کشور را که بی سابقه از شما چطور ارزیابی میکنید؟ اهمیتش رو در اون مسیری که اشاره کردید، رسیدن به صندوق های رای برای انتخاب نظام آینده ایران. من همه اتفاقاتی که داره در این روند میفته، از حمایت کردن ها یا حمایت نکردن ها، از تعیین مرز های سیاسی یا موضع گیری هایی که داره صورت میگیره رو برای آینده ایران مثبت میبینم. در این روند خب قطعا تلخی هست، از دست دادن یا آسیب دیدن فرزندان ایران زمین، ولی این هم افزایی ها شاید بی سابقه بوده. در صورت این هماهنگی که بین داخل و خارج از کشور و حمایتایی که داره در خارج از کشور که دست کم خب من به تازگی شاهدش هستم می‌بینیم، بسیار کمک می‌کنه به رسوندن صدای مردم ایران به جامعه جهانی. خب کشورها هر کدومشون سیاست‌های خاص خودشونو دارن، بر اساس منافع خود اون کشور عمل می‌کنن که به درستی هم همین جور هستش، ولی در هر صورت در اون رسانه‌ها، در اون کشورها مطبوعات آزاد هست، رسانه‌های آزاد هست که مجبور می‌کنن دولت مردان رو به واکنش نسبت به اتفاقاتی که داره در اون کشور می‌افته. شاید اگر این حمایت‌های ایرانیان خارج از کشور نبود، هر گونه دیدار با مقامات جمهوری اسلامی اینقدر سوال برانگیز نمی‌شد در سطح حاکمیت‌های خارج از جامعه جهانی. این یه اقدام مثبت. مردم در داخل کشور هم دلگرم به این حمایت‌ها هستند. شاید دست جمهوری اسلامی از این بابت کوتاه است که نمی‌تونه کشتاری مثل کشتاری که در سال 98 کردش، در طی 3 روز 1500 نفر رو بنا به آماری که خودشون میدن، میگم آمار قطعا بالاتر از این هستش، چون پاشنه آشیل جمهوری اسلامی آمار هستش، تو همه زمینه شما به آمارهای جمهوری اسلامی باید شک کنید. شاید به این دلیل حمایت‌های توجهی که جلب کردن ایرانیان خارج از کشور از جامعه جهانی برای اتفاقاتی که داره داخل کشور میفته. شنبه و یک شنبه ای رو شما نمیبینید که اعتراضات در جای جای جهان در حمایت از مردم ایران صورت نگیره. خب این بی سابقه بوده، این هم افزایا بی سابقه بوده. این بین اتفاقات میفته، موزگیریای میشه، حالا شاید کار به دستان انقلاب 57 همچنان دل در گروه اون شعارها دارن، همه اینا کمک میکنه که نسل جدید، نسل حتی بعد از من که نقش اصلی رو در این انقلاب بازی کرده، موزگیری ها رو بشناسه، سیاست ها رو بشناسه و بتونه به درستی برای آینده ایران تصمیم گیری کنه. الان هم دهه 50 نیست که مردم همونجوری که فرمودید به خمینی که محبوبیت داشت، خمینی محبوب نبود برای مردم ایران. روشنفکران اینو آماده کردن. شما مقایسه بفرمایید روشنفکران دهه 50 رو که عمدتاً قرآن پژوه و دین پژوه بودن، روشنفکرایی که امروز داریم، روشنفکر هستی، روشنفکری که در کف خیابانه میبینید به صورت تصادفی شما 3-4 نفر از مبارزین درون خیابون و کف خیابون رو بیارید باشون گفتگو کنید، بسیار تفکرات جلوتری دارن نسبت به بسیاری از سیاسیونی که الان اعلام نظر رو موضع میکنن. خب فرمایش اخیر آخر شما، خب بله ممکن تفاوتایی باشه، اما اینکه خمینی محبوب نبود، اجازه بفرمایید من به عنوان یک روزنامه‌نگار که شاهد بودم، متاسفانه یا به هر صفت دیگه
روح الله خمینی چرا؟ چهره محبوبی بود، بسیارم محبوب بود، تمام احزاب، گروه های سیاسی و مردم عادی و مارکسیست های ایران و بسیاری. اینی که روشنفکران ایران همه، آیا این کلمه میشه اطلاق کرد یا نه، بحث دیگری است. اما روشنفکران همه دین پژو بودن یا نبودن، این به این شکل نبود. من این توضیح رو بدم. البته آقای جلال آل احمد که نفوذ بسیاری بر جامعه روشنفکری ایران داشت و حتی مارکسیست ها هم پیرو اون بودن، معتقد بود نجات ایران در پیوند دانشگاه و روشنفکران و حوزه علمیه است که از چی نجات پیدا کنه توضیح داده نمیشد و بالاخره این پیوند هم انجام شد، نتیجه دیدیم. به هر حال خمینی چهره محبوبی بود، به خاطر 500 سال از منبر روحانیت شیعه، از زمان اختراع شیعه در زمان صفوی، مدافع به اسم مظلومان بود و اشک تمساح برای اونها میریخت و بقیه موضوع. کسی هم امثال شیرین عبادی و بقیه هم نپرسیدن آقای خمینی سال 42 چه میخواست و چه میگفت. اسمی برم برای اینکه کسانی که مؤثر بودن و مؤثر هستن اکنون توجه بیشتری به گذشته باید داشته باشن. چه میگن مهم نیست، چه کردن مهمه. از شما این پرس، اگه صحبت داری آقای کرد در این مورد حرفی هست. من خدمت شما عرض کنم، برای من قابل پذیرش شاید نباشه که حالا دوستانی با تفکرات چپ آقای خمینی براشون محبوب بوده باشه و به نظر من حاصل آن جماعت دین پژوه و قرآن پژوهیه که خمینی رو تونستن در به گونه‌ای به جامعه ارائه بدن که از چپ چپ تا ملی بتونه بهش اعتماد کنه، هرچند به عنوان یک دوره گذار. حالا گرچه با شما موافق هستم که به نظرم خمینی تغییر نکرد، هر آنچه کرد حاصل گفته‌هایی بود که پیشتر گفته بود و متأسفانه این دقت نظری که الان سیاسیون 57 دارن و اون زمان گویا نداشتن و نشنیدن. چه میگه جناب کرد عزیز؟ من نمیخوام این بحثو پی بگیرم، آقای ملکپور هستم، فقط این توضیح رو بدم خدمتتون که اون چیزی که من گفتم نظر نبود بلکه گزارش بود. من با دوستان حزب توده و حتی جبهه ملی و بسیار که صحبت میکردم، هر کسی، این همون فیل مولوی بود، هر کسی تصویر خودش رو در آینه خمینی میدید. حالا این خمینی آینه بود برای اونها بماند. یکی میگفت اعضای برجسته حزب توده که خمینی، آقای احسان طبری ایشون رو، خمینی رو به اسلام به لنین تشبیه میکرد و بقیه موز. هر کسی به نحوی خمینی مورد ستایشش بود و بعد اکثر همه کسایی که شما میگین روشنفکر به دنبال به اصطلاح جمعیت عظیم و میلیونهایی رفتن که خمینی براشون به اصطلاح نمایندگی میکرد. امام حسین رو به دادگاه گل سرخ من اشاره نمی کنم و بقیه موضوع طولانی است. برمیگردیم به امروز روز آقای ملکپور به ما خواهند گفت اهمیت این موضوع رو، این همبستگی پدید اومده بین ایرانیان خارج کشور و داخل کشور، و اینکه ببینیم درهای بسیاری به روی صداهای بلند مخالفان یا اپوزیسیون به گفته شما باز میشه در اروپا و حتی در خود آمریکا. ما مثلا ولیعت در جاهایی هست و کسان دیگری که در این عرصه فعالیت کردن، حالا با نسبت‌های مختلفی، اینها رو چطور شما ارزیابی می‌کنید؟ این روگردانی دولت‌های اروپایی رو از حکومت فقیه و این همبستگی رو. آقای ملک ببینید، جناب چالنگی عزیز، 100% من خوشحال هستم از اینی که مقداری الان قدرت‌های غربی به سمت ملت ایران روی برگردوندن، اما حقیقتا من هنوز برای مطلبی که خدمتتون سری پیش خرج کردم و مسئله که حتی هفته گذشته از بر خود من اتفاق افتاد که تلویزیون ودر آلمان با من مصاحبه کرد و من قبلش پرسش کردم اگر پخش میکنید
من چون نظراتم رو مستقیم میگم و ایشون گفت اینجا یک کشور دموکراته و من نظرات شما رو کاملا پخش میکنم و کاملا پخش نکرد. کاملا پخش نکرد که بسیارم اینجا مورد حمله قرار گرفتن الان، ولی خب جوابی نمیدن. ببینید هنوز که هنوز جناب چالنگیز ما با یه واقعیت در تو امروز دولت‌های غربی همواره به فکر منافعشون هستن. همونطور برای ما ملت ایران هم روشن شده مسائلی مثل حقوق بشر، دموکراسی، نگرانی برای حقوق بشر حقیقتا دیگه ما میدونیم که بیشتر شعاری بیش نیست، چرا که در 44 سال چشماشون رو بستن. امروز جناب آقای کردم اشاره زیبایی کردن، در سال 96 98 دقیقا همزمان بود با مسئله‌ای به نام جورج فلوید که در همون مصاحبه با تلویزیون ودر راجبی صحبت کردم، ما دیدیم برای جورج فلوید در همین اروپا چی شد و حتی یک اخبار ایران رو پخش نمی‌کردن. پس بنابراین اساسا چیزهایی که امروز نگرانی اعلام می‌کنن برای حقوق بشر شخصا بنده زیاد اعتقادی ندارم اینا برای منافعشون، چون می‌دونن مردم ایران دیگر گذر کردن از حکومتی که تا الان منافعشون رو خیلی خوب تامین می‌کرد. در عین اینکه ما باید استقبال بکنیم از اینی که اینها به سمت ملت ایران اومدن و سعی کنیم که در رو باز بذاریم برای اینکه بیشتر بیان، نباید هم فراموش بکنیم که تا آخرین لحظه اروپایی ها تلاششون رو میکنن که نگه دارن این چیزی رو که تا به امروز منافعی بهشون داده که تا به حال هیچ دولتی نتونسته به اینا بده. تا در یا به همین علت هم عرض کردم خدمتون، ما میبینیم که بعضن یک مرتبه وزیر خارجه آلمان میاد میگه ما هیچ سندی پیدا نکردیم که سپاه پاسداران با تروریست هم. خود خیلی از دوستان آلمانی من به این ماجرا خندیدن، خنده تلخی که فقط در خود همین آلمان سپاه پاسداران تا حالا چندین عملیات تروریستی موفق داشت. بله ما باید اینو در نظر بگیریم با علم به اینی که به هر حال اینا دنبال حقوق دنبال منافع خودشونن و یک سری شعارها فقط صرفا شعاره به دلایلی که جای 44 سال ما اولین ملتی هستیم که یاد گرفت. خب ببینید اجازه بفرمایید، ببینید این که بحث نیست که تمام دولت‌ها، دولت‌هایی که به هر حال پاسخگوی ملت‌هاشون هستن رو مال منافع ملی اون کشورها هستن، حالا این منافع ملی چه هست چه نیست بماند، ولی اونور قضیه هم اینو میدونیم که مثلا به هر حال حرف کهنه است که در سیاست دوست و دشمن ابدی وجود نداره. یعنی یه جای منافع ملی مثلا آلمانی ها میرسه به منافع ملی ایرانی ها با هم مشترک میشه. آیا نرسیده به اونجا چه هست؟ در با توجه به این نکته خیلی کوتاه به من بفرمایید. الان نزدیکای رسیده چارس کردن اینو دنبال منافعشون هست. از اونجایی که دولت های غربی به این نتیجه رسیدن به همین علت هم هستش که خیلی سعی میشه به طرق مختلف این انقلاب بخوابه، حالا به هر صورتی هست که اینها به راحتی بتونن ادامه بدن، ولی از اونجایی که ملت ایران در این انقلابی که شروع کرد تا به امروز پافشاری کرده و ملت دولت‌های غربی به این نتیجه رسیدن دیگر ادامه این حکومت امکان پذیر نیست، شاید براش بتونن وقت بخرن مثل الان که چند وقتی که سکوت شد، ولی به هر حال آتشی زیر خاکستر و اینها به این نتیجه رسیدن و اینو ما ملت، وظیفه ما ملت هستیم که در داخل چه در خارج از ایران که به این حامیانشون این اطمینان رو ندیم که اینها شانس دارن هنوز پشت اینها بایستن. من منظورم چجوری میتونم باورس کنم، یعنی با ادامه راهی که هست ما باید این فکری که در اروپایی ها ایجاد شده که دیگر این حکومت امکان ادامه نداره و برای منافع خودشون باید با فردای ایران و با اون چیزی که مردم ایران میخوان باید اینها روابط داشته باشه، این دیگه دست خود ما ملته، خصوصا اپوزیسیون خارج از کشور که نباید، چون دم دست اینها هستن، به هیچ عنوان نباید این بازی رو برای اونها میدون رو برای اونها باز بکنن که اینها این شانس رو داشته باشن که حمایتشون رو ادامه بدن. در غیر این صورت حرکت انجام شد. بله خب آقای کورپور در همین زمین شما بفرمایید. من بیشترم خدمتتون گفتم بحث منافع ملی درست، جمهوری اسلامی هم دست کم تو این زمینه هوشمندی به خرج میده، تلاش میکنه که منافع به خصوص کشورهای اروپایی رو به عنوان طرف تجاریش همسو با خودش نگه داره، ولی چیزی که ازش من امیدم و برداشتم اینه که در جامعه در کشورهای آزاد نقش رسانه بسیار بالاست و وقتی این ایرانی ها بتونن منعکس کننده واقعیت درون کشور باشن
حاکمیت ها مورد بازخواست قرار میگیرن توسط رسانه هاشون و شاید اون نگاه حقوق بشر یا حساسیت هایی که خب حساسیت جامعه جهانی نسبت به درون کشور بیشتر میشه. ولی در حال جمهوری اسلامی با ادامه این روندی که در پیش گرفته منافع ملی همه کشورهای جهان رو متوجه ضرر میرسونه و قطعاً از مجبور میکنه جامعه جهانی رو به حمایت از انقلابی که مردم ایران در پیش گرفت. و شما اشاره کردید آقای ملک پور که ایرانیان خارج از کشور چه میتونن بکنن؟ الان هم دیگه رسانه که اشاره کردن دیگه فرانکفورتر آلگماینه اون نفوذ اگر منتشر میشه نداره، یا دیولت یا بقیه تلویزیون و رادیو تلویزیون شد بیشتر تلویزیون. در آلمان و بقیه جاها چه کارها میتونن بکنن با تجربه ای که در این 4-5 ماه هم به خصوص ایرانی ها دارن؟ ببین همونطور که به عرضم رسوندم این حرکت شروع شده، بسیار هم حرکت عالیه و ما باید این فرصت رو مغتنم بشماریم که امروز اروپایی ها تصمیم گرفتن به سمت مردم ایران حرکت کنن، اما بسیار با احتیاط دارن میان جلو، چون به هر حال منافع بیشترشون اومده. کاری که ما خب با اپوزیسیون خارج از کشور همونطور که اول عرضم عرض کردم، اگر واقعا درد میهن و درد ملت رو داریم، مسئله ایدئولوژیمون رو بذاریم برای بعد و واقعا همبستگی رو هر روز بیشتر کنیم و تمامی کسانی که دردشون درد مشترک ملت ایرانه، هر آن کسی رو که اگر میبینن ایجاد اختلاف میکنه، چون اینها رو تمام حرکت‌های ما رو سازمان‌های اطلاعاتی کشورهایی که زندگی میکنیم رصد میکنن، درگیری‌ها، تمام اینهایی که وقتی که تجمعاتی اتفاق میفته و گروه‌های مختلف میان کار رو به درگیری و فحاشی میکنه، اینا تماما رصد میشه به مراکز قدرت. و امروز که ما میبینیم کسانی که میان این کارا رو میکنن به قطعیت، حالا نمیخوام مسئله رو جناحیش بکنم، اینها از دیدگاه من کاملا دارن با سیستم حاکم کار میکنن. چون ببینید وقتی که اینا شروع کردن به سمت ملت ایران اومدن، ما نباید بذاریم این جو خراب شه. با همبستگی بیشتر، با تجمعاتی که وظیفه خودمون بدونیم بریم، اختلافات ایدئولوژیکمون رو کنار بذاریم. و باز هم من معتقدم تجمعات در مقابل مراکز قدرت ها باید باشه در کشورهای غربی. در پارک ها و خیابون ها اثر خاص خودش رو نداره. در مقابل مراکز قدرت ها اون جمعیت بیاد که بدونن دیگه، اروپایی ها بدونن به هیچ عنوان دیگه نمیتونن به حتی 2 سال پیش برگردن. و این ما برای ما ملت اون حکومت پروندهش بسته شده و اینها باید به فکر آینده باشن و برای آینده هم باید به سمت مردم ایران حرکت کنن. این تنها چیزی است که از دیدگاه من وظیفه ما ایرانیان خارج از کشور صاحب هر اندیشه است. این آینده ای که سهیل اشاره میکنه برای شما چگونه آینده است؟ شما چه آینده ای میخواید؟ برده عزیز، رسیدین پای صندوق های رأی، نوع نظام هر چه که هست انتخاب شده، شما چه آینده ای میخواید فارغ از شکل نظام هایی؟ من یه اشاره به اون پرسش قبلی بکنم. باید به این باور برسیم، یا دست کم کسانی که به این باور رسیدن که تداوم حکومت جمهوری اسلامی سبب نابودی ایران و ایرانی میشه، به واسطه همین اختلاف نظرها رو کنار بذاریم. این اختلاف نظر کنار گذاشتن اختلاف نظرها به این معنی نیست که نقد نشه نظرات. اتفاقا که با نقد نظراتمون کمک کنیم به بهبود جریانی که اتفاق افتاده هر همسایی و از این اموری که من میگم، حالا چه مخالف چه موافق، حرکتی رو افتاد به نام وکالت میدن. خب شما میتونید حمایت نکنید، ولی اینکه برید مشابه سازی کنید که وکالت نمیدهم، این گونه کارا نشون میده که شما هنوز دل در گروه ایران ندارید و هدفتون گذار از جمهوری اسلامی نیست. هدفتون اینه که هر حرکتی انجام میشه بیایید مشابه سازیش کنید. و اما آینده ای که هستش، من تنها دغدغه‌ای که خواهم داشت اینه که یک ایران آباد و آزاد داشته باشیم، فارغ از نگاه نوع حکومتی که قرار مستقر باشه. گرچه یک رأی دارم و یک نظر دارم، نظرم هم تا انتخابات قطعا پیگیرش خواهم بود، ولی بعد از اون کمک میکنم به آبادی و آزادی
سرزمینی که قطعا برای آبادی سالها باید تلاش کنیم و راه بسیاری داریم. و البته این رفراندوم هم پرسی مثل جمهوری اسلامی نخواهد بود، چون من مثلا وقتی اصطلاحات رو به کار میبرم فقط به عنوان یه گزارشه، وقتی که اون رفراندوم هم پرسی جمهوری اسلامی آره یا نه، خب این فقط شامل اون میشه، تعدادی که رأی دادن به جمهوری اسلامی و یعنی نوع نظام های دیگری بود، از خود نظام پیشین تا نظام های دیگری که مورد انتخاب نبود. بنابراین اون نتیجه اون رفراندوم رو من شخصا حتی اگر یک نفرم باشم قبول ندارم که نتیجه جمهوری اسلامی. همون شب رأی دادنم بحث داشتیم با یک اساتید دانشگاهی هم بودن که رفتن و با سخارم رأی داده بودن، یکیشون حالا برای گرایش های مختلف سیست. این آینده ای که شما اشاره کردید سهیل عزیز، به ما بفرمایید که چگونه آینده ای هست؟ ببینید الان اون چیزی هم که مد نظر منه، باور بفرمایید که چون صحبت سر اینه که فارغ از هر گونه مثلا ایدئولوژی شخصی باشه، بندم یه رأی دارم، خب حالا رأی من مشخصه که به چه رأی خواهم داد، ولی به حقیقت در فردای ایران اون چیزی که آرزوی منه که همانند همه کشورهای متمدن یک کشوری داشته باشیم آباد، آزاد، مستقل، خارج از هر گونه اختلاف جنگ‌های داخلی، و به این رشد برسیم که میتونیم مخالف هم باشیم بدونی که کشور رو به نابودی بکشیم و به رأی اکثریت احترام بذاریم، حق و حقوق اقلیت فکری رو رعایت بکنیم و برای کشورمون همه به اشتراکاتمون فکر کنیم و بریم جلو. این فکر میکنم که اگر کسی کوچکترین حسی به اون مملکت داشته باشه و به آینده و ملت داشته باشه، من فکر میکنم این آرزوی یکایک ملت ایرانه و من تصور نمی کنم که اون ملت آزاد، کسی که آزاد اندیش باشه و کسی که به حقیقت عشقی به ایران و ایرانی داشته باشه، کشور و آینده کشور رو بخواد فدای ایدئولوژیش بود. برای ایدئولوژیمون ما زحمت میکشیم، اما حاضر نیستیم خون دیگری رو بریزیم، و اگر رأی دیگری اومد، اون تصریح خدمتتون عرض کردم، اگر بنده یک پادشاهی خواستم و صندوق رأی جمهوری بیرون اومد، متاسف خواهم شد، ولی اولین نفری هستم که به تعظیم احترام به ملت اکسپت میکنم و تلاش میکنم که در کنار ملتم یک زندگی آرامی داشته باشم و هر آنچه که ازم بربیاد برای کشورم انجام بدم. امیدوارم برسیم به روزی. ما حق ما نیستش که همواره یک چوب تکفیر بالا اون باشه بخوایم از یک سازمان امنیتی بترسیم که زندانامو پر باشه. ما دیگه نمیخوایم همچی چیز در آینده ایران باشه، چه پادشاهی چه جمهوری، ما همچی چیز رو دیگه برای آینده نمیخوایم. سپاس بسیار از شما. من یک سوال دارم، اشاره کردم من به فرانکفورت آلمانی و همینطور دیولت، فکر میکنم دیولت دیگه منتشر نمیشه، روی وبسایت هست اگر اشتباه نکنم. دقیقا همینطور ولی منتشر میشه. ولی نکته اینه، من این اشاره کردم به خاطر اینکه در زمان پیش از 57 نشریاتی مانند فرانکفورت آلمانی یا مثلا لومون یا لیبراسیون یا واشنگتن پست و حتی کریستین ساینس مانیتور، نشریه کم تیراژی در اینجا آمریکا، اینا مثلا حضور مستمری در عرصه مخالفان سیاسی ایران داشتن. یعنی گزارش های اینها عینه وحی آسمانی برای مسلمانان افراطی بود، اون چرا که می نوشن 100,000 زندانی سیاسی. و متاسفانه رفتار برخی از وابستگان مطبوعاتی سفارت‌های ایران هم غلط بود که در تلاش بود که اینها رو راضی کنن به طرق مختلف، و اونها میدیدن بعد معامله نیست و هرچی بیشتر بنویسن موهبات بیشتری نصیبشون میشه. بله، که اونها این بخشی از تاریخ ایران هست روزی به طور وضوحش پرداخته بشه، که من شخصا از آقای اردشیر زاهدی هم پرسیدم که چرا چنین میکردی در آمریکا، میگفت روانش شاد اشتباهات بسیار کردن یا جای دیگه که دستمون زیر ساتور اینها بود، از این حرفای برحال زده شد. سپاس بسیار از هر دو مهمان گرامی تفسیر خبر، به امید دیدار در شماره های آینده
تفسیر خبر. اگر سخنی هست من میبینم چهرتون سخن ناگفته کوتاهی دارید آقای امین عزیز. سخنی هست من حاکمیت گرفتار بحران مشروعیت بود، بحران مدیریت هم برش اضافه شده، بحران گاز رو در زمستان داشتیم، نوروز امروز خوندم که هشدار داده در مورد مدیریت مصرف سوخت توسط مردم، قطعا گرفتار بحران سوخت خواهد تابستان، بحران برق و جمهوری اسلامی در حال سقوط هستش. تنها کاری که باید مردم بکنن اینه هر کس به سهم خودش گامی برداره در هر زمینه‌ای که هست و کمک کنه که این سقوط سریع‌تر و کم هزینه‌تر برای ایران و ایرانی بشه. و ممنون از فرصتی که در اختیارم بود. تمام نمی‌کنم. فکر می‌کنم سهیل هم با شما هم نظر نیست. 100% من اگر اجازه بدیم من فقط در یه جمله خلاصه کنم پیروی فرمایش عزیزی که بنده ایشون رو ستایش میکنم، بیاییم همه به ایران بیاندیشیم. فکر میکنم تمامش در این جمله مستدره، بیاییم همه به ایران بیاندیشیم. اگر چنین بکنیم ما هرچه سریعتر به تمام آرزوهامون خواهیم رسید. تفاوتهای جنبش امروز و 57 رو دیدیم. در اون زمان ایدئولوژی ها راهبر انقلابیون بودن، در زمان کنونی رسیدن به یک زندگی زمینی و دستیافتنی شایسته مردم ایران و این سخن بی اساس رو رد کردن که میگن ایرانی ها بعد از این حکومت چون برای دوچار جنگ داخلی تبلیغات حکومت عامیان از خیر، ایرانی ها شایسته بیش از این رو دارن و حکومت ایدئال خودشون رو برقرار خواهند کرد. سپاسی دوباره از هر دو مهمان گرامی تفسیر خبر. سپاس از مهر شما و دعوت شما. خیلی خوشحال شدم در خدمتتونم جناب کرد گرامی و همچنین شما جناب چالنگی نازنین. ممنون هستم. تفسیر خبر همونطور که بارها اشاره کردم تریبون همه کسانی که پاسدار ایرانی شایسته مردم ایران هستند، پاسداری ایرانی که همه اقوام ایرانی، کرد، بلوچ، بختیاری، تالشی، ترکمن، آذری، فارس، همه اقوامی که رنگین کمان ملت ایران رو تشکیل میدن بهره‌مند بشن از منابع طبیعی کشورشون به شکل مساوی و عادلانه. و محیط زیست در ایران، محیط زیست دور از تبر طمعکاران و مالندوزان که دیدیم بر سر محیط زیست ایران چه آوردن. همسفران نازنین ما، حیوانات گرامی و ارجمند که نسل نادر اونها در ایران بود، آرام آرام از میون رفتن و آخرین اونها پیروز عزیز بود، یوز پلنگ ایرانی ما از بین رفت و فعالان محیط زیست همچنان در زندان هستند، زندان حکومت فقیر. از یاد نبرید، زندانیان سیاسی رو فراموش نکنید هرگز. درباره مسمومیت دختران عزیز ایران در کانال یوتیوب شخصی سخنی خواهم داشت، امیدوارم فرصت شنیدن داشته باشی در کانال یوتیوب شخصی. به پایان برنامه رسیدیم. به اتفاق امین و علی عزیز همکاران هم در استودیو مرکزی ایران پردا برای شما روزگار خوشی رو آرزو می‌کنیم. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سهند و سبلان، آسماری، کوساران دنا، درا، کلوند، کو، زگرس، تفتان، بینالود، درفک و شیرکو، کوساران تاراز، منگشت و زردکو و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد مرد.